نگاهی به چند خبر کوتاه. جامعه مسلمانان نیجریه با اعلام خواسته ها و معیارهای زنان مسلمان برای رأی دادن در انتخابات 2023 نیجریه تاکید کرد: ما به دولتی نیاز داریم که آزادی استفاده از حجاب را تضمین کند. گفتنی است مسلمانان نیجریه همواره با چالش های مختلفی از سوی دولت غیر اسلامی این کشور مواجه بودند، چالش هایی که گاهی به درگیری های مسلحانه و خونین منجر شده است. محمد شیا السودانی که شب گذشته در دیدار فراکسیون حزب دموکرات کردستان سخن می گفت، بر لزوم تقویت جبهه داخلی و حمایت از همه اقشار و طیف های مردم عراق به منظور تحکیم همزیستی مشترک و صلح مدنی پایدار تاکید کرد. السودانی در این دیدار که روی اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عراق و مهمترین چالش های پیش روی اصلاح و توسعه این کشور متمرکز بود، بر اهمیت اتکا به قانون اساسی به عنوان منبع اساسی برای حل تمامی پرونده های حل نشده میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان تاکید کرد. روزنامه اصولگرای رسالت در سرمقاله خود با عنوان خانه دست نیافتنی تر شد به قلم سید محمد بحرینیان به افزایش بی سابقه مسکن در ایران انتقاد کرد. در بخشی از مقاله آمده بانک مرکزی گزارش منتشر کرده که از افزایش نزدیک به 7% قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش میانگین قیمت هر متر مربع مسکونی در شهر تهران به 46 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. منابع محلی خبر دادند که ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان و فرزند ارشد ملا عمر، بنیانگذار این طالبان، به امارات متحده عربی سفر کرده و با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت این کشور دیدار کرده است. بر اساس گزارشی که وزارت دفاع طالبان از این دیدار نشر کرده، دو طرف درباره تحکیم روابط و همکاری دو جانبه گفتگو کردند و امارات به گرمی از مقام‌های طالبان استقبال کرد. مسجد ریچموند واقع در ایالت ویرجینیای آمریکا ضمن برگزاری نمایشگاه در مورد حجاب، درهای خود را برای گفتگوهای میان مذهبی با مسیحیان به روی عموم باز کرد. این مسجد همچنین همزمان میزبان برگزاری نمایشگاه خوشنویسی بوده و نیز نشستی در آن برگزار گردید و به این پرسش پاسخ داده شد که چرا مسلمانان حضرت عیسی علیه السلام را دوست دارند و به او احترام می‌گذارند. امشب سه‌شنبه وضعیت کهکشانی به گونه‌ای خواهد بود که نور ماه به صورت کاملا عمودی بر روی کعبه خواهد تابید. در همین راستا ماجد ابو ظاهره، رئیس جمعیت فلکی در شهر جده عربستان، ضمن اعلام این خبر گفت: امشب ماه ابتدا از افق شمال شرقی شهر مکه مکرمه دیده می شود و سپس حرکت می کند و دقایقی به صورت کاملا عمودی بر روی کعبه قرار خواهد گرفت. این وضعیت بعد از 6 ماه رخ می دهد. سرپرست واحد پیوند دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت فرایند احیا و اهدای اعضای حیاتی بدن پس از تایید فوت فرد اهدا کننده برای نخستین بار در خاورمیانه و در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. این عمل در مورد 3 متوفی انجام و اعضای حیاتی بدن آنها از جمله کلیه، کبد، پانکراس، روده و بافت‌های دریچه قلب جدا و به افراد گیرنده اهدا شد. این روش بی‌نظیر در کشور و مورد تایید انجمن پیوند خاورمیانه بوده و مقاله علمی آن هم در ژورنال بین‌المللی پیوند قلب و ریه به چاپ رسیده است.